درود به شما همراهان در این ویدیو گزارش مفصلی داریم از افشای نامه محرمانه ستاد نیروهای مسلح به محمد باقر قالیباف برای افزایش نجومی بودجه بسیج و نیروهای انتظامی و همچنین خبر تامین بخشی از این بودجه از محل افزایش هفت برابری جریمه های رانندگی و در ادامه گزارش دیگری از افشای فساد مالی متولیان هتل رضویه که یکی از هتل‌های گران قیمت مشهد است و برای زائرین کاشان وقف شده اما نه تنها به زائرین خدمات ارزان ارائه نمی‌دهد بلکه درآمد نجومی آن به جیب افراد خاصی واریز شده است. افشای یک سند محرمانه حاوی نامه مفصل رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به رئیس مجلس شورای اسلامی از برنامه ریزی جمهوری اسلامی برای صرف بودجه های عمومی با هدف تجهیز سیستم کنترل شهری و تامین مالی و رفاهی نیروهای بسیج مستضفین که بخشی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است پرده برداشت این نامه با امضای محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با مهر محرمانه به تاریخ 22 آبان 1402 نوشته شده و در کانال تلگرامی گروه هکری قیام تا سرنگونی وابسته به سازمان مجاهدین خلق منتشر شده است بر اساس این سند محرمانه و مطابق با بند الحاقی مصوبه بودجه 1403 در گزارش کمیسیون تلفیق درباره بسیج مستزفان ستاد کل نیروهای مسلح خواهان تأمین کامل پوشش بیمه های زندگی برای بسیجیان و جبران خسارتهای ناشی از بکارگیری آنها در مأموریت همچنین معافیت پایگاه های مقاومت بسیج از پرداخت هزینه های آب و فاضلاب برق و گاز شده است که در صورت اجرایی شدن هزینه گذافی بر مردم ایران تحمیل خواهد شد و به احتمال زیاد این هزینه مانند سایر موارد در قبوز صادره برای شهروندان ایرانی اضافه می شود. همچنین بر اساس بندهای الحاقی ماده 103 به منظور آنچه توسعه امنیت پایدار، ارتقای احساس امنیت، کاهش جرایم و ارتقای منزلت، شن و معیشت کارکنان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی نامیده شده، دولت مکلف می شود که منابع لازم برای ارتقا، تقویت، توسعه توان، آمادگی پولیس های تخصصی مرزبانی یگان های ویژه امداد و تکاوری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی را از جهد تجهیزات ساختمان، ابنیه و فناوری های نوین و هوشمند به میزان 90 درصد جداول سازمانی مصوب تمین کند. باغری در بخش دیگری از این نامه به غالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی خواهان توجه ویژه به معیشت و منزلت کارکنان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی از طریق واگذاری زمین رایگان و تأمین های مورد نیاز و پشتیبانی لازم برای احداث 100 هزار دستگاه واحد سازمانی با اولویت مناطق مرزی و جبران خدمات کارکنان شده است. همچنین دولت مکلف شده که علاوه بر تأمین واگذاری زمین رایگان، بودجه و تسهیلات مناسب برای ساخت و نوسازی سالانه سی هزار خانه سازمانی برای نیروهای مسلح با اولویت 20 هزار واحد مسکونی را به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی پرداخت کند. ستاد کل نیروهای مسلح همچنین از مجلس شورای اسلامی خواسته است که به نیروهای انتظامی اجازه داده شود تا با تایید ستاد کل نیروهای مسلح به منظور متناسب سازی استعداد نیروی انتظامی با نیازهای امنیتی انتظامی کشور و کاهش فاصله این استعداد با شاخص پنج نفر نیرو به اعضای هر هزار نفر در طول اجرای برنامه سالانه با افزایش حقوق مورد نیاز و متناسب با بودجه سنواتی نیروهای جدید استخدام کند. بر اساس این اسناد، همچنین نهادهای نظامی، انتظامی و سایر نهادهای مسئول مستقر در مرز موظف شدند که نسبت به ایجاد و پشیبانی دسترسی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به داده های سامانه های مرزی خود و ایجاد امکانات مناسب برای استقرار سامانه های اختصاصی وزارت اطلاعات در مرز اقدام کنند. بخش دیگری از نامه محمد باغری به محمد باقر قالیباف به ضرورت دسترسی فرماندهی نیروی انتظامی به سامانه های نظارتی کنترلی معابر اصلی، میادین و بزرگراها در مراکز استانها و کلان شهرها مربوط است که در بند الحاقی گزارش کمیسیون ترفیق به آن اشاره شده است. در این بند تاکید شده که کلیه ی معابر اصلی، میادین و بزرگراها در مراکز استان و کلان شهرها و همچنین جاده های اصلی و آزادراها که با نصب، نگهداری و بروزرسانی سامانه های نظارتی، کنترلی و مراقبتی هوشمند توسط شهرداریها و وزارت راه و شهرسازی تحت پوشش قرار می گیرد، این سامانه ها و دسترسی آن به صورت برخط در اختیار فرماندهی انتظامی قرار گیرد. علاوه بر این مقرر شده که هزینه اقدامات فوق در مواردی که توسط شهرداریها انجام میپذیرد، از محل منابع جریمه های رانندگی سهم شهرداری ها تمین گردد به همین دلیل رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی جمهوری اسلامی در روزهای ابتدایی فروردین 1403 خبر از چندین برابر شدن جریمه های رانندگی داد این گزارش بر مبنای سند منتشر شده ی گروه قیام تا سرنگونی تهیه شده و در نبود فضای آزاد رسانه‌ای و انتشار اطلاعات در ایران امکان صحت سنجی دقیق و مستقل فراهم نبوده است اما شواهد حاکی از آن است که ماجرای افشا شده صحت دارد به این ترتیب پس از افشای نامه محرمانه افزایش نجومی بودجه بسیج و نیروی انتظامی خبر افزایش جریمه رانندگی تا هفت برابر نیز شد که دیگری به مردم ایران در ایام سال جدید وارد کرد رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرد که نرخ جریمه های رانندگی به طور متوسط پنج برابر شده و به محض ابلاغ از سوی دولت به اجرا در خواهد آمد. به گزارش خبرگزاری حکومتی ایرنا، تیمور حسینی با بیان اینکه اگر فردی تخلف نکند جریمه هم نخواهد شد، ادعا کرد که افزایش چند برابری جریمه ها با هدف اصلاح رفتار رانندگی و کاهش آمار جان باختگان سوانه رانندگی است. به گفته ی وی جریمه تخلفات رانندگی سه تا چهار درصد افزایش می‌یابد، اما جریمه رانندگی در حالت مستی افزایش هفت برابری داشته است و مراحل اداری اجرایی شدن آن 10 تا 15 روز طول می کشد. این مقام فرماندهی انتظامی میزان جان باختگان تصادفات رانندگی در ایام نوروز را حدود 600 نفر و شمار زخمی شدگان را نزدیک به 16 هزار نفر اعلام کرد. بنا به گفته که تیمور حسینی جریمه سرعت غیر مجاز حدود 600 تا 700 هزار تومان خواهد بود و برای رانندگی در حالت مستی یا مصرف مواد روانگردان مخدر نیز حدود 2 میلیون و 700 هزار تومان جریمه تعیین شده است او همچنین ادعا کرد که اگر جرایم رانندگی 100 برابر هم شود برای تامین سلامت و امنیت مردم است هرچند مقامات جمهوری اسلامی هدف از افزایش جریمه های رانندگی را بازدارندگی آن برای جلوگیری از رفتارهای خطرناک رانندگان و تأمین ایمنی شهروندار اعلام کردند اما بعضی از ناظران میگویند این اقدام بیشتر برای تأمین بودجه و راهی برای درآمدزایی برای دولت است همانطور که افشای نامه محرمانه محمد باقری رئیس کل ستاد نیروهای مسلح به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نه تنها مهر تاییدی بر این موضوع است بلکه افزایش دوربین های نظارتی در راه ها، میادین، مراکز استان ها و کلان شهرها راهی برای شناسایی معترضین در اعتراضات سراسری آینده است. همچنین تاکید شده که بخش مهمی از هزینه های آن از محل منابع جریمه های رانندگی تأمین شود. این در حالی است که سبا آلاله روانشناس بالینی علت رفتارهای پرخطر ایرانیان در رانندگی را نتیجه خشم سرکوب شده آنها از فشارهای اقتصادی و اجتماعی عنوان کرد. همچنین برخوردهای خشونت آمیز تحمیل شده توسط نیروهای انتظامی و آتش به اختیاران که باعث ایجاد حس قانون شکنی در جامعه شدند. ساده جدید در سیستم های هتلداری مشهد و راندخاری فرزند امام جمعه کاشان در جدیدترین افشاگری از فساد سیستماتیک در حکومت ایران نام هتلی در مشهد به نام رضویه کاشانی ها مطرح شده است بر اساس گزارش این هتل یکی از اقامت گران قیمت مشهد است که چند سال قبل با کمک عمومی مردم کاشان بخشی از کمک وزارت معادن و فلزات در زمان وزارت مهندس حسین محلوجی که کاشانی بود و همچنین کمک استاندار وقت مشهد ساخته شد. بنابراین این هتل رضویه با این شعار که مهمان سرای زائرین کاشانی مشهد باید رایگان باشد یا با هزینه کمتر از دیگران باشد تأسیس شد. اما پس از ساخته شدن مالکیت این هتل به شکل وقف به امام جمعه وقت کاشان سید مهدی یسربی و بعد از آن فرزند ارشد زکور وی منتقل شد. اکنون تمام درآمدهای میلیاردی این هتل در اختیار میر سید محمد یسربی فرزند ارشد امام جمعه سابق کاشان است و این فرد درآمد نجومی هتل موقوفه را صرف هزینه های شخصی و زندگی لاکچری خود می کند. این در حالی است که حتی زائران کاشانی هم مثل زائرین سایر شهرها اگر به این هتل مراجعه کنند باید کل هزینه هتل را بدون ذره ای تخفیف پرداخت کنند در صورتی که اساس ساخت این هتل ایجاد اقامتگاه رایگان یا ارزان قیمت برای زائرین کاشانی بوده است این نیز یک فساد مالی دیگر با سوء استفاده از نیات پاک مذهبی مردمی است که برای روحانیون و بستگانشان ایجاد رانت سنگین و منفعت مالی نجومی کرده است همچنین در کاشان شرکت ناجی ماشین که متصل به همین دایره است با خرید اجباری هزاران متر ملک مردم به پایین ترین قیمت و فروش به قیمت بسیار بالا سودهای نجومی به دست آورده است. تاکنون کنون چندین بار در رسانه های کاشان از مسئولین خواسته شده در مورد هزینه و درآمدهای نجومی این هتل که متعلق به مردم است توضیح داده شود اما با قلدری از پاسخگویی تفره رفتند اکنون طرح بحث این فساد در شبکه های اجتماعی بسیار مهم است تا با گسترش اطلاع رسانی در مورد این فساد و مطالبه مردم مسئولین مجبور به پاسخگویی شوند سپاس که تا پایان همراه بودید لطفا نظرات ارزشمند خود را برای ما بنویسید و با به اشتراک گذاری ویدیوها در انتشار آگاهی سهیم باشید.